دوستان سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه علی درویشی هستم و اینجا هرمان گرافیکه در این آموزش طراحی آیکون یاد میگیرید این مدل آیکون ترند سال 2021 که بهش گلس آیکون گفته میشه در این سند میریم که این طرح رو ایجاد بکنیم دو تا کد رنگی بیشتر نداریم همین دو تاست و این قلب و این شکل هم خودتون ایجاد بکنید کاری نداره در مورد این شکل نکته ای هست این شکل یک مستطیل دورگرد نیست فقط به این شکل میان شکل های توپل علاوه بر دورگرد بودن یه مقداری هم اینجا ها قوس داره این مربع هایی هم که ما روی کاورمون استفاده می از همین نوع شکل هاست شکل های توپولیه چطوری می توانم رو ایجاد بکنم؟ من یه دونه مستطیل رست میکنم که گوشش هم گرده این الان با این فرق میکنه برای اینکه این شکلی بشه چیکارش میکنم انتخابش میکنم روش زیادی یکی از روش هایی که عمدتا استفاده میشه رو یه از قسمت افکت وارپ رو کلیک میکنی و این لیستی که باز میشه این فلیت رو کلیک میکنی ببین از اینجا از قسمت بند شما میتونی این رو گردش بکنی که خب خیلی نباید توپل بشه این میزان 8 درصد یا 7 درصد مناسب اوکی رو میزنم این یه افکت برای اینکه به شکل تبدیل بشه انتخاب شده از قسمت آبجکت Expand Appearance رو میزنم الان یه شکل یه مثلث میتونی پایین بکشی جفتش انتخاب کنی و مرجش کنی که این شکل بهت بده کنترل صفر توی این دیزاین چیزی که اهمیت داره بالا پایین بودن لایه هاست بر همین من قسمت لایه ها رو باز میکنم و این تام نیلا کوچیکه بزرگ میکنم که موقع آموزش بهتر دید داشته باشه و خیلی ریز نباشه از این قسمت بالا راست بالا خطه کلیک میکنم این قسمت آخر پنل آپشن رو میزنم تو پنلی که باز میشه از این قسمت را سایز آده رو میزنم و اون رو روی 60 درصد میذارم و 60 پیکسل میذارم و اوکی رو میزنم حالا اندازه تامنیل ها بزرگتر شده میتونیم بزرگترش بکنیم که همین مقدار مناسبه خب در مرحله اول این کد رنگی مون قفلش میکنم این لایه بالایی رو باز میکنم زمینتون رو هر رنگی میخواید بکنید زمینه آیکونتون هر رنگی میخواید بکنید از همین الان باید مشخص کنید من میخوام سفید باشه یه باکس میکشم یه مربع میام این گوشه کلیک میکنم و درگ میکنم تا این پایین اندازه آرت بورد یه مربع میکشم از همین ابتدا صفحتون رو مشخص کنید اگه میخواد گردینت داشته باشه هر کاری میخواد بکنید از همین اول من نمیخوام گردینتی باشه دوباره اینجا کلیک میکنم و سفید سفید هم نمیخوام باشه 7 درصد به کی عدد میدم و اوکی رو میزنم یه همچین رنگ یه میشه زمینه کلیک و درگ میارمش زیر این دو تا شکل این دو تا شکل رو جابجا میکنم اینجا این چه گردینتی داره این شکل انتخابش میکنم ببین رو کلیک میکنم این ورش این رنگ این ورش هم این رنگ یعنی کافیه شما این رنگا رو جات کرده باشی دوباره اینجا کلیک کنی یا قطع شکون رو برداری بیا اینجا روش کلیک کنی تا اون رنگ رو به خودش بگیره همچین داره این قلبه این یکی هم میارم این ور و زوم میکنم این قلب و این شکلی که اینجاست تو تری که بهتون نشون دادم قلبه بزرگتره ولی میخوام قلبه کوچیکتر باشه بیشتر میخوام حالت شیشه دیده بشه این قلبه هم یکم دورانش میدم این حالت هم اینجاست روی لایه ها دقت کن این قلبو انتخاب میکنم شیفت و نگه میدارم اینجا کلیک کنم این لایه پشتی بکران سفید رو انتخاب میکنم راست کلیک و گروهش میکنم یه گروه شده اوکی باز رو شیلیک میکنم کلیک و درگ روی این به اضافه رها میکنم یه کپی ازش بگیره این پایینیه رو کاری نداریم قفلش میکنم پایینیه رو این بالایی رو میام اینجا اینجا کلیک میکنم روی این به اضافه یه لایه ایجاد میشه اینو که قفل کردیم چی اینو این شکل رو کلیک و درگ میندازم روی لایه بالایی این لایه پایینیه رو فعلا هیچ کاری باهاش نداریم میتونم این لایه رو قفلش بکنم رو لایه بالا روی این لایه این قلبه رو انتخاب میکنم این لایه این گروه قلب و زمینه رو از قسمت افکت بلر و گازیان بلر رو کلیک میکنم چقدر بلر میخوای بهش بدی خیلی سلیقه ای این سب کار من میخوام یه همچین بلری داشته باشه هم به قلب هم به زمینه داره این بلر رو میده اوکی رو میزنه این از بلر قلب و زمینه بیا روی این شکله این شکل رو یکم کوچیک ترش بکنیم شیفت و یه نگه هم دارن نسبت مرکز یکم کچکترش میکنن کنترل زد یکم کچکتر بشه بیاد روش اینجا زوم کنیم روی این شکل شکل رو انتخاب میکنم میام از قسمت آبجکت پس و آفست پس رو کلیک میکنم ببین اینجا یه عدد منفی میدم منفی 3 صدم خیلی کم باید باشه ممکن نسبت به رزولوشن صفحه شما و اندازه آردبورد شما این عدد متفاوت باشه به این لاینه دقت کن این باریک اینجا ایجاد میشه در از چی میکنم میگم اون شکلی که داشتم رو خب بیا از اطراف انقدر این نه که اینکه اینجا دارم کوچیکتر کن جمعتر کن میاد یه شکل میسازه بالای همون شکل قبلی و اونو یه مقدار کوچیکتر میکنه اوکی رو میزنه ببین اینا اینو ساختش بالای اون شکل اینو ساخته پایینی رو انتخاب میکنم رنگ پایینی رو سفید میکنم که ببینید چه اتفاقی افتاده این بالایی رو اینو ساختیم که کوچیک‌تر از اونه یه کوچولو از اون کوچیک‌تر و بالاش قرار دادیم این قسمت سفید قراره که یه فاصله یه مرز بین این دوتا باشه دیگه میخوام فقط اینجاها باشه نمیخوام این قسمت های پایینی زیاد دیده بشه برای همین همین سفیده رو اینجا انتخاب میکنم این سفیدی که اینجا بود رو و از قسمت گردینت ها کلیک میکنم رو گردینت اینجا کلیک میکنم این گردینتو میگیره این کار رو انتخاب میکنم رنگ سفید بهش میدم این یکی رو انتخاب میکنم رنگ سفید بهش میدم و اپاسیتی رو روی صفر تنظیم میکنم این یکی کار رو این گوشه یه و حالا میتونم یک کمی هم استعده رو بیارم این ورتر زاویه که بهش میدم منفی 45 درجه است از بالا به سمت پایین اینجاها کم کم مرد میشه و اینجاها اون رنگی که بهش دادیم رنگ سفید رو داره بسیار عالی این قرمزه این بالاییه انتخابش میکنم شیفت رو نگه میدارم رو قسمت لایه های دقت کن این گروهی هم که پایین بود قلب و زمینه رو انتخاب میکنم جفتش انتخاب شدن راست کلیک میکنم و گزینه میک کلیپینگ ماسک رو کلیک میکنم اوکی این قلبی که هست اون قلب پایینی است که قفلش کرده بودیم الان اون قلب بلر ما ماسک شد توی این شکله اوکی هر لحظه قابلت ادیت من میخوام اینو ادیتش بکنم میام لایهشو پیدا میکنم کدوم لایه بود این بود درسته رو قسمت لایه ها اینجا کلیک میکنم اینجا یه ای مربع کوچیک کلیک میکنم میام تو قسمت اپریانس هر کدوم از این قسمت ها رو نداری از قسمت ویندوم تین فعال بکنی میام تو قسمت اپریانس کلیک میکنم مشخصاتشو میاریم گوش تو به این گازیان بلر دادی روش کلیک بکنم هر لحظه ببین قابل ادیته اوکی هر لحظه میتونم ادیتش بکنم اوکی و نکته بعدی که هست چیه ما اینو اینجا ساختیم الان میخوایم جابجاش بکنیم چطور جابجاش میکنم نباید کل این گروه رو انتخاب کنیم حواست باشه این گروه رو باز میکنم تو این گروه یه لایه یه کلیپ داریم اون رو انتخاب میکنم میام شیفت رو نگه میدارم این لایه پایینیه این سفیدی که دورشه این انتخاب میکنم حالا با اروکی ها کلیت های جهت نما مشاهده میکنید که اینو هر جایی میبرم انگاه یه شیشه یه, یه تلقیه روی این قلب که حرکت میکنه این قلبه پشتش دیده میشه اوکی پس هر لحظه میتونم جاشون رو هم حرکت بدم جاش که تعیین شد و دیگه مطمئن شدم که میخوام همینجا باشه اوکی دیگه کارش نداریم بریم برای ادامه دیزاینمون خب دیزاین ما تمام نشده هنوز کار داره برای اینکه این حالت تلق ما واقعی تر باشه این گروه انتخاب میکنم همون گروه قلب و بگراند زیرشو اینو بالای مز کاری نداریم اینو انتخاب میکنم از قسمت افکت تکسچر روی گرین کلیک میکنم یه صفحه باز میشه یه مقدار از زوم خارج بشه ببینید قلب کجاست روش کلیک کنید و اینجا به اضافه بزنید تا زوم بشه گرین تایپ روی رگولار باشه و این دوتا اسلایدر رو به دلخواه خودتون باید تنظیم میکنید کنترستش رو میبرم بالا فکر میکنم چه هرلینا مناسب باشه و انتنسیتیش رو روی سه میذارم چشمی رو میتونم خاموش کنم این شکلی بوده حالا روشن میکنم این شکلی میشه اوکی رو میزنم وقتی برگردم میبینید که میبینم که یه ذره انگار تیره شده یه بار دیگه انتخابش میکنم اینجا میام باز قسمت اپریانس این بار دو تاست میگه گرین و گازیان بلر با بلرش کاری نداریم گرین رو کلیک میکنم یه بار دیگه اونجا باز بشه ادیتش بکنم خب به نظر من یه مقداری کنتراستش بیشتر بشه بیشتر و پنج و پنج و, پنج و پنج. اوکی الان بهتر وقتی زوم کنم میبینی اون حالت شیشه اینجا ایجاد شده حالت تعلقی محله بعد باید, باید یه سایه بهش بدیم یا این شیشه رو بخوام یکم واقعی ترش بکنیم و یه رنگی هم به این قسمت داده باشیم چیکار میکنم میام رو لایه کلیپ این الان یه, مس... یه مسیریه که نه استرویک داره نه فیل داره یه پده خب آلتو انتخابش میکنم هایلایت میشه آلتو نگه میدم کلیک کد رگ یه کپی میذارم این بالا اوکی این میاد بالا اینا انتخاب شده چی بهش میدم مشخصات این شک سفید پایینی رو میخوام بهش بدم که خب کاری هم نداره انتخابش میکنم روی یه ردیان کلیک میکنم اینجا کلیک میکنم یه ردینت میگیره این وگه ردینت سفید باشه و هم میذارم روی 80 و این ورم دو بار کلیک میکنم یه رنگ قرمز چون این قلب قرمزه یه رنگ سرخابی قرمز چیزی بهش میدم و او هم صفر میتونم حالا 20 یا 30 بذارمش بزارم که رنگ بگیره این حالت تلقی ما با این میتونم مرزش رو تنیم بکنم اینجا حالت شیشه ای به خودش میگیره و حالا در کل این لایه که انتخاب شده که رو بهش دادیم حالا رو پاسیتی از انوار کنترل کلیک میکنم و نه صد بشه خیلی باید بیاد پایین اون حالت قلب پشت باید دیده بشه این تلقه دیگه اونو میارم بین 11 درصد ببین لایه‌اشو خاموش روشن میکنم الان واقعی تر شده و یه رنگی هم داره این شکل ما بریم برای سایه دادن اینو ببندیم این شکل کدوم شکله؟ این که این حالت قلمه این شکل پایینیش همون همین شکل است که اون سفیدی که اون پشت بود انتخابش میکنم و از قسمت افکت استالایز دراب شدو رو کلیک میکنم اینجا میتونم سایه بدم سایه که میخوام بدم یه رنگ قرمز تیره است خوابی قرمز تیره است و عمودش هم میذاریم روی مولتپلای که با اون قسمت گردین پشتش زیاد تداخل ایجاد نکنه و پس بریم بالا و میزان بلر رو هم بریم بالا بلر رو کمتر میکنم خیلی بلرش بالا بوده فاصلش هم خیلی زیاده ببین با این میزان x بازی میکنید و اونو کم کم نزدیک به این شکلش میکنید درسته ببین بیارم نزدیک یک کم دیگه نزدیکتر اینم یکم بیاد پایینتر و بلرش خوبه به نظرم او پسی میتونم کمتر کنم هر لحظه قابل تغییره اوکی رو میزنم اگر دقت بکنید این سایه اینجا هم ایجاد شده و من فقط میخوام روی این حالت قلبه باشه چی کار میکنم؟ این الان یه شکله اگر بیام از قسمت آبجکت اکسپند اپیرینس بزنم گروه میشه چه گروهیه؟ یه دونه شکل بالایی است که داشتیم و اون سایه رو به عنوان یک لایه ازش جدا میکنه. حالا میتونم این لایه ای سایه رو انتخاب بکنم بیام رو باندینگ باکسش اینجا رو کلیک کنم بکشم به سمت داخل جمعش بکنم به اصطلاح و فقط اون قسمت بمونه که برای قلبه کنترل زد یه بار اینو انتخاب کنم بیارم نزدیک شکل ببین با این باندینگ باکس میتونی بازی کنی و اون حالت سایه رو ایجاد بکنی الان فقط روی این قلب این سایه که ایجاد کردیم این هم میبندیم لای... گروهشو که اینجا شلو خلوق نشه سایرم ایجاد کردیم و حالا کل شکل رو میخوام یکم جا به کنم بیارم یکم پایین تر این انتخاب میکنم این گروه رو باز میکنم اینجا شیفت رو نگه میدارم فقط مسکو رو انتخاب میکنم و این بالایی که ایجاد کردیم انتخاب میکنم با اروکی های کم میارمش پایین تر اینجا مثلا اینجا اوکی. این رو اینجا. برای اینکه این حالت برقی که یه حالت هایلایت هایلایت که روی قلب افتاده در ایجاد بکنم چیکار میکنم این حالت گلس رو ایجاد کردیم و این هایلایت رو میخوام ایجاد بکنم میام اینجا یه لایه باز میکنم تا یه لایه دیگه ای باشه پنو بر میدارم اگه علامت آیکون پن اینجوری بود از روی کیبورد کپس داک رو بزنید تا برگردش علامت پن نمایش داده بشه اینجا کلیک میکنم شیفت رو نگه میدم یا حالا شیفتم نمی‌خواد نمیخواد نگه دارم کلیک میکنم اینجا یه همچین این هنده ایجاد میشه و الان یه فیلی داره من شیفت ایکس رو میزنم که استرویک داشته باشه اسکیپ رو میزنم که این مسیر قطع بشه انتخاب میکنم این مسیر رو و رنگ سفید بهش میدم اندازه انزی رو بیشتر میکنم روی استرویک کلیک میکنم و نوع کپ رو, رو روی دوباره میزنم که گرد بشه هر لحظه بخوام این قوس رو ادیت بکنم کافی بیام روش با پن کلیک بکنم و اون قوس رو نرمتر بکنم تا طبیعی تر بشه الان یه استروک انتخاب میکنم از قسمت آبجکت اکسپند و اون رو اکسپندش میکنم الان یک شکل و میام تو قسمت گردینت ها کلیک میکنم گردینت که میخوام بهش بدم اینجا کلیک میکنم ریورس بشه این سفیده و اوپاسیتیش هم هشتاده این ور یه رنگی قرمزی رنگ خود این قلب و سرخابیه و اپاسیتیش هم روی بیسته رو صفحه کلیک کنم ببینم که به نظرم حالت خوبیه یا نه میتونم اصلا انتخابش کنم این قسمت قرمز رو صفرش بکنم صفر بشه اینجوری بهتره حالا میرسیم به این قلبی که بعد اینجا بذاریم یه قلب این پایین داشتیم دیگه یه قلب اینجا داشتیم این قلبه رو آلتو نگه میدارم کلیک و درک کپی یارم این بالا این گروه میندازم. Shift و Alt رو نگه می‌دارم. کلیک و درک کوچیکترش میکنم میارمش اینجا ای کم دیگه بزرگتر بشه دوباره میدم این ورش میکنم میذارم اینجا این قلار میذارم اینجا و از اینم باید کپی بگیریم Alt رو نگه میدارم کلیک رو کپی میگیرم روی این کوچیکترش میکنم رو بیایید بالای قلب از قسمت لایه ها. زوم میکنم می میکنیم و یک کمی هم دورا میدیم که شبیه بالایی بشه اینجا قرار میدیم حالا میتونم این دو تا رو انتخاب کنم از قسمت لایه ها و حالا میتونم اینا رو گروهشون کنم راست کلیک و گروهشون می‌کنم. این قالب سایه هم بدیم یه فاصله از این شیشه ای حالت شیشه ای بگیره قالب رو انتخاب می‌کنم، افکت سلایز دراپ شادو و همین سایه به نظرم خوبه به نظر من سایه عالیه همون رنگی که به این سایه داده بودیم و کیو میزن الان یه حالت سه تری داره این حالت شیشه ای که اینجا بود کلیک میکنم این توی نصیر داشتیم بالای اینا که یه رنگی داده بودیم به این انتخابش میکنم و میتونی اوپسیتیشو رو بیشتر بکنی که یه رنگم بگیره و از قسمت گردینت کلیک کنی این سفیدی که اینجا بود و پسیتی اینو کمتر کنی شستش بکنی که این قله بیشتر دیده بشه و این قرمزی رو کشی این ورتر که اینجا به بیشتر رنگ داشته باشه چشمشو خاموش میکنم ببینید الان یه حالت رنگی بهتری داره خب آیکون ما تموم شده اون مربع دورش فقط مونده که رسم بکنیم همه این لایه ها رو این گروه ها رو میبندم که اینجا جمع جور بشه چیزی نمونه اینجا یه قلب داریم این گروه بالایی رو باز میکنم این قلبه که این پایین بود توی این گروه بود این قلبه اینجا کلیک و درگ میکنم میدازم تو همون گروه بالاییه اینجا فقط یه بکراند بمونه یعنی این بشه آیکونم، این دوتا بشن آیکونام روی این زمینه کلیک میکنم و میام توی گروهش یه مربع رست میکنم یه مربعی که کنجاش گرده اینجا مناسبه به نظر من و رنگ سفید داشته باشه حالا فعلا قرمز باشه میخوام توپلش کنم از قسمت افکت مجدد وارف و انفلیت همینقدر توپولی به نظر من خوبه اوکیو میزنم یکم کنجاشو گرتن آبجکت اکسپند و رنگ سفید رو بهش میدم مربع انتخاب شده و از همین قسمت افکت میام استالایز و دراب شدو رو هم بهش میدم یه ذره دراب شدو این باید متفاوت باشه بلرش رو خیلی بیشتر کنید فاصلش هم از شکل بیشتر باشه فاصلش بیشتر باشه و هم خیلی میارم پایین اوکی رو میزنم به نظرم الان مناسبه و به همین راحتی ما تونستیم این آیکون رو طراحی بکنیم با این که از تماشای این آموزش لذت برده باشی اگه از این آموزش چیزی یاد گرفتی حتما نظرتو کامنت کن تا آموزش بعدی همتون رو به خدا میسپارم